با عرض سلام و سپاس فراوان از خانم دکتر گرجی که با لحن دلنشین و کلام شیواشون من را معرفی کرده و با تشکر قلبی از کانون فرهنگی ایرانیان اطلنتا و امتنان فراوان از خانم ناهید کبیری که افتخار را امشب به من دادن که درباره اثر ایشان صحبت کنم و سپاس فراوان از دوستان و سرورانی که در اینجا حاضر هستند، من مختصری درباره تیراندازی در باکت اثر بانو ناهید کبیری صحبت می‌کنم. حال به تیراندازی در باکت می‌پردازیم. می‌دونیم که هم کتاب به فارسی هست و هم به انگلیسی هست که میتونید شما همونطور که خانم دکتر گویزی فهمیدن اینها رو ابتدا کنید و باز در این زمینی توضیح میدید. این هم کتاب به انگلیسی که چاپ لندن هستش و خانمی به نام سنم کلانتری اینو ترجمه کردم و آقای الن ام کبیری اینو ویراستاری کردم که بسیار بسیار ویراستاری زیبایی کردم و بسیار نثر زیبایی این کتاب داره. دکتر هورا یاوری، استاد و محقق و نویسنده دانشمند، در مورد تیراندازی در باکت می نویسد. کتابی است با ساختارهای منسجم، آراسته، زبانی زیبا و تشبیهات بدی و دلنشین. کتابی است شگفتی برانگیز و در خور تأمل بسیار، آمیزه ای سازگار از خیال و واقعیت، همزمانی و ناهمزمانی که درباره آن بسیار میتوان نوشت. زبان و شیوه نگارش داستان، گذر همزمان رویدادهای کتاب در دنیای درون راوی، جهان بیرون، پردازش شخصیت‌های داستان، آشنایی نویسنده با ادبیات کلاسیک فارسی از یک سو و تکنیک‌های مدرن روانی و جریان‌ها و آثار ادبی جهان از سوی دیگر. تیراندازی در باکت یکی از شاهکارهای ناهید کبیری است که بر اساس واقعه هولناک تیراندازی در باکت در شهر اتلانتا که در 25 ژوئیه 1999 اتفاق افتاده است بنا شده است. در آن روز شخصی که از سلامت روان برخوردار نبود به نام مارک بارتن که دی تریدر بود، یعنی کسانی هستند که میرن به اون مرکز و سهام میخرن و در همون روز هم سهام فروش میرسه و در آن روز روی سهام هایی که آن روز خریده بود همه چیز را از دست میدهد، به منزل خود میرود و زن دوم و بچه هایش را میکشد، سه نفر، و سپس تفنگش را بر می‌دارد و به باکت به محل بورس می‌رود و به افرادی که در آنجا خرید و فروش سهام می‌کردند تیراندازی می‌کند و 9 نفر را می‌کشد، 12 نفر، و 13 نفر را زخمی می‌کند و در میان آنها 1 نفر ایرانی بود که در داستان به نام سهراب از او یاد می‌شود که همسر او در ایران بود که از حادثه خبردار می‌شود و زندگیش، روح و روانش به هم می‌ریزد و روزگارش سیاه می‌شود. خانم ناهید کبیری با قلم توانای خود داستان عشقی، این یک داستان عمیقی بر اساس این واقعه دردناک و خانمان برانداز خلق کرده است که واقعیت با توهم در هم می‌آمیزد و خواننده را از این دنیا به دنیای دردناک و هولناک و غمباری که موجب آن دسترسی سهل الوصول به اسلحه است می‌برد. هنار شخصیت اصلی داستان است که همسر خود سهراب را در اثر فاجعه تیراندازی مارک بارتن روانی از دست داده و همراه با او خودش را، روح و روانش را نیز از دست داده است. زندگیش به نابودی کشیده شده است. جهان شخصیت دیگر داستان است که جای خالی سهراب را گرفته است. بعد از 8 سال مادر هنار با آمریکا می آید. بعد این نقل قوله، این رو هنار میگه. مردی که دارد پا به پای مادرم می آید، مردی است که انگار تو را آورده است با خودش، با لبخندش، با نگاهش و با گره اخمی در میان ابروها و پیشانیش
حتی با قد و قواره به اندازه تو مگر می شود؟ جهان، جهانگیر اخوان، این فرده چه سرنوشتی، ولی ذهن حنا در تزلزل است. داستان از دنیای حقیقی به دنیای تخیلی جهش دارد. هنار مداومن از دنیای واقعیت به دنیای تخیل پرواز می کند و ذهن او پرش های بسیاری به واقعی جنایت‌آمیز و مارک بارتن دارد. او همه جا مارک بارتن را در صحنه می بیند و لحظاتی به دنیای واقعی بازگشت می کند. مارک بارتن همسر هنار را که دیوانوار عاشقش بود از او گرفت و خانه ای را که او برایش و دخترش آماده و تزیین کرده بود بر سرش خراب کرد و همه چیزش را از او گرفت. او بین واقعیت عینی که پایدار و ثابت است و حقیقت ذهنی که تغییرپذیر است در نوسان است. واقعیت ها را با معیار ذهن رنج کشیده خود می سنجد. تصاویر نمیذارم من ببینم. واگویه ها یعنی گفتگوهای درونی ذهن و مونولوگ ها یعنی تکگویه های ذهنی. گفتگوهای او با ندای درون خود او را بین دو دنیای واقعی و ذهنی سرگردان کرده است. افکار هنار بین وهم و واقعیت در حال تعلیق است. داستان تیراندازی در باکر جریان سیال ذهن هنار را دنبال می کند و محتویات ذهن او را در داستان منعکس می سازد. این داستان با طوفان آغاز می شود که خانه آنها را منهدم می سازد. نقل قول از کتاب می کنم. طوفان آمده بود به سراغ تو که تو را هدف گرفته بود. نشانی تو را چه کسی داده بود به او؟ به در و دیوار میکوبید که به پاهایت بپیچد و با خودش ببرده. اما بعد که دید من و سارا کنارت هستیم که خودمان را در بغلت پنهان کرده ایم و در بازوهای تو پناه آوردیم، دلش سوخت و ازت گذشت. ولی طوفان مارک بارتن رحم نکرد و زندگی هنار را منهدم و دگرگون ساخت. در ذهن هنار گذشته و آینده در سطح هم قرار می گیرد. افکار هنار مرتبا فلشبک به عقب میره به حادثه تیراندازی در باکت و سهراب و فلش فورورد به جلو میره به سارا دخترش و جهان داره. خاطره ها و وقایع دور و نزدیک در زمان کوتاهی به ذهن هنار هجوم می آورن و در هم گره می خورن. خواننده ناظر وقایع نیست، بلکه با ذهنیت هنار با وقایع پیش می رود. پرش های زمانی و مکانی خواننده را جلو و عقب می برد. هنار در گذشته زندگی می کند و گذشته مجال زندگی در حال را به او نمی دهد. این رمان غیر خطی است. از صحنه به صحنه دیگر می رود و از افکار هنار به سخنان جهان، مادر هنار، سارا، هیوار و غیره پریده و مجدداً به اول برمی‌گردد. نویسنده با تبحر فراوان و زیبایی محتویات ذهنی و جریان سیال ذهن، تکگویی روانی درونی مستقیم هنار را که تجربیات درونی اوست به طور مستقیم از ذهن خود او، یعنی از ذهن هنار و به وسیله خود او عرضه می کند و تکگویی غیر مستقیم ذهن که خود او نویسنده، یعنی خود او یعنی نویسنده در داستان حضور داره و همپای تکگویی درونی هنار حرکت می کنه و ذهنیات او را به خواننده منتقل میکنه و از صحنه ای به صحنه دیگر و از اندیشه های شخصی به سخنان شخص دیگری پریده و مجددا بازگشت میکند و افکار آشفته هنار را با تعبیرات و تشبیهات و واژه های تاثیرگذار متبلور میسازد. تیراندازی در باکت که با روش رئالیسم ذهنی و واقعی بر اساس رئالیسم عینی و رئالیسم رویدادی به نگارش درآمده است،
بین دو دنیای واقعی و واهی در تلاطم است. افکار هنار بین دنیای درونی و بیرونی، عینی و غیبی در تردد است. جنبه های روانشناسی این داستان بسیار قوی است و خواننده را به درون ذهن شخصیت اصلی داستان هنار میبرد. ناهید کبیری با قلم توانا و جادویش ذهن و واگویه‌های ذهنی، یعنی گفتگوهای درونی ذهن هنار را بر اساس واقعیت بنا شده است و موجب پرش‌های ذهنی مکرر می‌شود آشکار می‌سازد. هنار گفتگویی با ندای درونی خود دارد و از دنیای فکر، خیال، گذشته، درد و خاطرات از دنیای واقعیت به دنیای حقیقت حرکت می کند. هنار اجازه نمی دهد که جهان به دنیای او راه پیدا کند. نقل قول: این جهان است که به من استراب می دهد. ببینید، یک تناقض های در اون هست و رجعت می کند به گذشته. با لبخند گرمی که همیشه روی لبهایت بود، همان که همیشه دوست داشتم و دارم، و بعد که از من پنهانش کردی یک جای دیگر پیدایش کردم، روی لبهای جهان. یعنی ببینی اینجا جهان رو مثل سهراب میبینه، در این حال که برخی از خصوصیات سهراب رو در جهان میبینه، میگه او هیچ کس نیست جز تو. و در جای دیگر میگوید جهان وقتی به سفر میرود نفس راحتی میکشم. ببینید چقدر در افکارش زد و نقیز هست. میگوید من کجای این زندگیم؟ سهراب کشته شده، ولی حضورش از ابتدا تا انتهای داستان همیشگی و دائمی است. ذهن هنار گاهی به جلو میره، زمانی به عقب و گاهی زیگزاگ میره. چقدر شبیه توست، اصلا خود توست. نقل قول، اینو هنار میگه. کابوس مارک بارتن اجازه نمیده که او از دنیای مردگان به دنیای زندگان بیاد. آسمان ها را بلعیده بودن و من به دنبال یک تک آسمان میگشتم که خدا را پیدا کنم. از بچگی گفته بودن خدا در آسمان هاست، پشت ابرها، و ما دعاهامان را همیشه به آسمان فوت میکردیم. مونولوگ های ذهنی هنار گاه سازنده و گاه ویران کننده است. هم دارای کنش و واکنش است. او تنهاست و در تنهایی ذهنش احساسات ضد و نقیض دارد و با ذهن خود در نزاع است. نقل قول: جهان چقدر شبیه سهراب است. متوجه شده ای؟ هنار با معضلات و مشکلات پیچیده ذهنی خود درگیر است و در لحظاتی در خلوت خود و واکاوی های درونی و روانی خود سردرگم است و در این حال سدی برای احساسات درونیش است. نقل قول: جهان یک حباب است، یک خواب است، یک سوء تفاهم است، یک غریبه است. تو نیست و نیستی. صدای تو را شاید یک شب تاریک که همه ستاره ها که خواب بودن از تو دزدیده است. نگاهت، لبهایت، بازو و اندامت و همه رازهای تو را، تو این مارک بارتن حیوان حیولای لعنتی لعنتی لعنتی. آه. در پایان داستان اتفاقی میفته که موجب تعجب خواننده میشه که فقط با خواندن داستان میتوانید به آن پی ببرید. داستان تیراندازی در باکر یک شاهکار ادبی است که هر انسانی باید این اثر را بخواند. ناهید کبیری تسلط حیرت انگیزی به آرایه ها و مکتب های ادبی دارد و توصیف ها و تشبیه های او روح و جان انسان را تسخیر می کند و به اعماق ذهن آدمی رسوخ می کند. او نقاش کلمات و پیکرتراش مفاهیم و مضامین است. نثر او مانند شعر و شعر او آسمانی و لایه لایه عمیق و متفکران است. قلمش در مسائل اجتماعی جادو و در مسائل عشقی هیجان و در مسائل احساسی
شاهکار می آفریند. گاه پیامش آشکار و دیگرگاه در لابلای کلمات مستور و محتاج تفکر است. قلمش توانا و برا باد، با آرزوی توفیق جاودانی و عمر تورانی برای ناهید شاهکار آفرین. بسیار زیبا. خانم دکتر ورزیگر، فکر میکنم باید از طرف همه شرکت کنندگان در این برنامه از شما تشکر کنم برای اینکه دوباره بعد از 4 سال ما رو به یاد این کتاب بسیار ارزشمند انداختید و توصیف بسیار روشن و زیبایی از کتاب کردید. خیلی تشکر میکنم. خواهش، متشکرم. مرسی. بخش دوم برنامه بفرمایید. معرفی کتاب جدید خانم ناهید کبیری است. کتاب در ساحل 15 سپتامبر که خانم کبیری دربارش صحبت خواهند کرد و کتابخانی ناهید خانم هم واقعا شنیدنی است، در شرکت کتاب موجوده. قیمت اون 20 دلاره. به شماره تلفن شرکت کتاب هم هست 310-477-44-74. خواهش میکنم اگر علاقمند شدید بعد از اینکه فرمایشات ناهید جون رو شنیدین کتاب رو سفارش بدین. خانم ناهید عزیزم، ناهید خانم کبیری عزیزم، خیلی متشکرم که پیشنهاد ما رو قبول کردین برای اینکه کتاب جدیدتون رو معرفی بکنین در کانون. ما همیشه افتخار داشتیم که از اولین کسانی باشیم که اولین کانونهایی باشیم که در خارج از کشور کتاب شما رو به هموطنانمون معرفی کردیم. با تشکر بی نهایت از طرف کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی خواهش میکنم ما رو با کتاب جدیدتون آشنا کنید. سلام به دوستان عزیز، دکتر نینو گرجی و کانون فرهنگی ایرانیان، و با سپاس بسیار از دکتر مینو ورزگر گرامی به خاطر واقعا اینقدر منو به هیجان آوردین که من نمیدونم چی بگم. به خاطر این نقد حرفه‌ای، به خاطر این همه جوشش و کوششی که در درونتون هست، به خاطر اون نگاه ژرفی که به لایه‌های درونی و بیرونی این کار داشتی، و من فکر میکنم شما اصلا کتاب رو نخوندین بلکه با کتاب زندگی کردین، با خنار و سهراب و جهان و دکتر و مادر خنار و بقیه شخصیت ها. من از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم در پایان بتونیم دوباره برگردیم به این نقد زیبا و با شما صحبت کنیم. با عشق و احترام به همه دوستان عزیز و یاران گرامی که امشب در ضیافت جهان داستانهای من شرکت کردن و من به همراه همه شخصیت‌های این دو رمان حضور شما عزیزان رو گرامی می‌دارم. در این بخش و با معرفی در ساحل 15 سپتامبر، من بر اساس نقدی که در واقع نقد متفاوتی هست، فکر میکنم که بر اساس این نقد 4 بخش و 4 فصل در واقع انتخاب کردم، بخشای کوتاه که برای شما خواهم خوان. سالها پیش از این و نه چندان خیلی دور در یکی از جلسات شعرخوانی که در ارتباط با جنبش جهانی شعر بود،
نویسنده و نقاش هنرمند محمد بهفروز درباره ارتباط شعر و نقاشی سخن گفته بود که خوشبختانه صحبتاش در یکی از نشریات چاپ شد و این همیشه در ذهن من بود. تا اینکه این نقد رو که من خوندم، کاری که این منتقد عزیز کرده است اینه که مشخصاً این کتاب رو به رابطه که تنگاتنگ این کتاب با موسیقی و نقاشی اشاره کرده، به یک سمفونی مشخص، سمفونی چهار فصل ویوالدی و به چهار تابلوی مشخص از چهار نقاش معتبر. من در ابتدا خیلی کوتاه این دوست عزیز رو معرفی میکنم خدمت شما. آیدا گلنسائی، رمان نویس، منتقد ادبی، شاعر و مقیم ایران، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری. او در دوره دکتری به ادبیات مقایسه‌ای و معاصر فارسی و عربی روی آورد و بررسی اشعار شاملو و نزار قبانی را از منظر روانکاوی اجتماعی اریک فروم و جامعه شناسی مبتنی بر نظریات جورج لوکاچ مورد توجه قرار داد. خب، می نویسد: در ساحل 15 سپتامبر رمانی است که به وضوح می توان چهار دوره و چهار فصل از زندگی شخصی اصلی داستان را در آن مشاهده کرد. روایت اول بهار است، بهار ویوالدی، که نویسنده ما را به تماشای نقاشی بوسه گوستاف کلیمت می برد. رایکا مهماندار هواپیمای ملی ایران است، جوان و بسیار خوش سیما و یک نقاش معروف به نام بابک سپهر در یکی از پروازها عاشق او می شود. در این بخش صدای بهار ویوالدی در گوش جانمان تنین می اندازد و با توصیفات راوی احساس می کنیم روبروی تابلوی گوستاف کلیمت ایستاده ایم. در این دوره ما با شخصیت زنی مواجه هستیم که صرفاً قشنگ است. از اون نوع قشنگ ها که به قول شازده کوچولو خالی هستند و نمی شود برایشان مرد. دیری نمی گذرد که بهار با روح ناآرام و بیقراری ها و عدم تعادلش به پایان می رسد و مردی که دلبسته اوست برای همیشه از ایران می رود. روایت دوم ما را به تابستان ویوالدی و به تماشای تابلوی یوهانس ورمیر میبرد. پس از اون دلشکستگی ها و زخم های عاطفی، صدای تابستان ویوالدی بالا میگیرد و نقاشی های یوهانس ورمیر هلندی پررنگ میشود که نمادی از روزمرگی هاست و به نوعی ما را متوجه شکوه همین خوشبختی های روزمره میکند. در این بخش گویا ما نیز باید به فلسفه وابیسابی ژاپنی ها ایمان بیاوریم. برای کسانی که آشنا نیستند به این فلسفه وابیسابی، من اشاره می کنم که یک جهانبینی فلسفی است در فرهنگ ژاپن که عبارت از ستایش و زیبا دیدن همه ناهمواری ها مثل فقر و اندوه و سادگی و پیری و بیماری و دلتنگی و تنهایی و مسائلی از این دست. رایکا این بار باز هم در هواپیما با دکتر اسماعیل طبیبی یا رفیق اسماعیل آشنا می شود. مردی پخته، سرد و گرم چشیده، با نزاکت و خوشمشرب که قبلا کمونیست بوده و پس از ناامیدی از این ایدئولوژی از روسیه به ایران باز می‌گردد. همنشینی با اسی رایکا را متحول می‌کند. اسی برای آپارتمان او کتابخانه‌ای با کلی کتاب می‌خرد و او را به جهان ادبیات شرق و غرب نزدیک می‌کند. رایکا بعد هم می‌گوید: چه سالهای خوبی بود، چه روزهای درخشانی وقتی که با هم به سینما، به پارک یا به خرید می رفتیم.
چه خوشبختی های بزرگی بودند همین روزمرگی ها، غر زدن ها، پا به پای هم راه رفتن ها. در این بخش از زندگی راوی ما متوجه شکوه نهفته در امور معمولی و به قول نویسنده کتاب بهانه های ساده خوشبختی می شود. روایت 3. راوی ما را به پاییز ویوالدی می برد و به تماشای نقاشی جیغ ادوارد مانک. به ماجرای شوم ازدواج اول رایکا که بر می خوریم، صدای پاییز ویوالدی را می شنویم و همه صحنه ها طوری روایت می شود که مدام تابلوی جیغ ادوارد مانک را به یادمان می آورد. نشانه ها و زبان نمادین رمان همه و همه ما را فقط به سمت یک فاجعه سوق می دهد. در اینجا راوی شغل پرواز را از دست می دهد و به جرم پذیرایی از خانواده سلطنتی یا رویال فامیلی در هواپیما به اصطلاح پاکسازی می شود. خاطرات ماه عسل او را نیز در کشتی در همین دوره است که می شنوید. فصل 4. راوی ما را به زمستان ویوالدی و به تماشای تابلوهای فرانسیس بیکن می‌برد. برف سنگینی می‌بارد. برفی که بر خاک نشسته است. بر جای پای اسی نشسته است. بر جوانی و زیبایی راوی و بر تمام زندگی او نشسته است. زمستان است. رایکا دوست دارد دوباره دل ببرد. از تنهایی بگریزد. و به یکی اعتماد، مثلا به همان بابک سپه که از سفر بازگشته، از همسرش جدا شده و میخواهد رایکا را با خود ببرد. اما به کجا؟ این لحظه ها درست مثل آن آخرین شعله کشیدن های شمع پیش از خاموشی است. در پایان میگوید در ساحل 15 سپتامبر رمان مهاجرت است، هرچند خود راوی وطن را ترک نمی کند. در این اثر اطلاعات جالبی درباره فرهنگ کشورهایی چون آلمان و روسیه و پاناما و شمال ایران و سفر در اقیانوس اتلانتیک و غیره نیز به دست می آوریم. و 4 بخش از رمان رو اینجا مثال زدن که بخش های بسیار خوبی هم هست، ولی من به دلیل اینکه خیلی وقت شما رو نگیرم به صرف نظر میکنم. نهایتاً چیزی که از این رمان به دست می آید چهره بی تحریف زنی است که بین احساس و خوشبختی و ترس در حرکت آونگی است و از قشنگی به سمت زیبایی حرکت می کند. با همه اینها او ما را به آینه ای می رساند که در آن چهره ناقص اما کافی خودمان را ببینیم و همین صورت فانی رو به زوال را دوست بداریم. در واقع در سفرهای پراکنده رایکا و با شنیدن سرگذشت او، این مایی که پخته تر می شود. خب حالا من بر اساس این 4 فصل 4 قسمت انتخاب کردم از این رمان که براتون میخونم. خب ابتدا بهار هست. من از دکتر گرمستانی عزیز خواهش میکنم بخشی از این سمفونی رو با تابلوی گوستاف کلیمت، تابلوی بوسه، پخش بفرمایید. بارانی که از ابتدای شب سر باریدن داشت در حوالی 2 بامداد شدت گرفت. این زمانی بود که رایکا کلید را در قفل آپارتمان کوچکش در تهران چرخان و با ساک چرخدار وارد حال شد. پیش از آن که به اتاق خواب برود یک لحظه برگشت. چفت در را انداخت و همونجا لباسهایش را درآورد، روی صندلی کنار تلویزیون تلمبار کرد و با لباس زیر به اتاق خواب و از آنجا به حمام رفت. صدای شیر آب در خانه پیچید. موهایش را با گیره‌ای جمع کرد پشت سرش. اما پیش از آن که زیر آب برود زنگ تلفن تکانش داد. این وقت شب
به سرعت رفت به سمت تلفن و گوشی را برداشت. رسیدم به خیر رایکا، نیم ساعت پیش هم زنگ زدم، هنوز نرسیده بودی. خوب هستی؟ خوبی تو؟ قلب رایکا فرو ریخت. چه صدای گرمی، چه صدای جذابی. گفت بابک سپهر هستی؟ بابک گفت خوشحالم رسیدی، فردا شب زنگ میزنم، حالا استراحت کن. پیش از آن که رایکا بپرسد چه ساعتی، ارتباط قطع شده بود. آب با شرشر از دوش فرو میریخت و فضای حمام را بخار گرفته بود. در رخت خواب خیال بابک تا مدت ها با رایکا بود و بیخوابش کرد. پشت پنجره باد بود و باران بود و خشخش شاخه ها، تا لحظه ای که چشمان رایکا سنگین شد و بیخوابی از نفس افتاد. یک بخش دیگه از بهار. به محض آن که در ایستگاه مرکزی راه آهن پیاده می شد، بابک را می دید با چتر سیاهش که چند قدم آن طرفتر ایستاده است. گاهی اوقات یک شاخ روز سرخ هم لابلای روزنامه الگماینه یا دویچه سایتون پیچیده بود. بار اول به محض راه افتادن ترن، رایکا احساس پشیمانی کرده بود. احساس گناه، احساس بیزاری و اصلا بدش آمده بود از خودش. چرا دارم این کار را میکنم؟ مگر او را میشناسم؟ خب او فقط یکی از مسافرهاست. ولی دوباره به خودش دلداری داده. او یک آدم معمولی نیست که، نقاش است، هنرمند است، آدم جالبی است. حالا خودش که هیچ، ولی آیا دیدن تابلوهاش ارزش این سفر را نداره؟ بابک گفته بود تمام روز و چند ساعت از شب را کار میکنم، اما در لحظات یک مرتبه متوقف میشوم و حس میکنم باید بزنم بیرون و میزنم بیرون. اغلب شبها میتوانی مرا در کوازیمودو پیدا کنی برای یکی دو ساعت دست کم. رایکا با شیطنت سرش را تکان داد. لابد پاتوق دختر خوشگلای آلمانی است، دانسینگ است. بابک احساس کرد رایکا دارد حسادت میکنه. خوشش آمد و بی اختیار خندید. نه نه، رقص و این خبرها نیست، امشب میبرم. در خیابان شب ضیافتی بود که پرتوب چراغهای رنگی خود را به روی سنگ فرش باران خورده تاب میداد. اینجا که می رویم به نام یک شاعر ایتالیایی اهل سیسیل است. اسمش را شاید شنیده باشید. برنده جایزه نوبل هم شد. سالواتور کوازیمودو. رایکا بیان که اسم چنین کسی را شنیده باشد، سرش را تکان داد. آه بله بله، کوازیمودو. هیچ اهل کتاب خواندن و ادبیات و این حرفا نبود. در برابر بابر کم می آمد. خب می رویم به تابستان دکتر گرمستانی عزیز، با تابستان ویوالدی و تابلوی یوهانس برمیر که معروفترینش دختری با گوشواره مروارید هست. تابلوهایی آرام، به آرامش بعد از ظهرهای تابستان، پر از صلح و پر از صفا. تابلوهای زنهایی که بی دغدغه هستن، استراب ندارن. مثلا در کاسه یک زن داره شیر میریزه، یا زنی روی کاناپه نشسته و داره نامه میخونه. پیش خدمت جلو آمد. یک قهوه دیگر. رایکا تشکر کرد و صورت حساب را پرداخت. بلند شد، دستی کیفش را انداخت روی شانه‌اش، کتش را در دست گرفت و از در خارج شد. هنوز چند قدمی نرفته بود که احساس کرد صدای پایی به او نزدیک می شود. کمی بعد دستی به شانه اش خورد و مردی با لهجه عجیب و غریب صدایش کرد. Excuse me madam, excuse me. مرد خوشرویی بود که با صورتی استخوانی و لبخندی وسیع ساک دستی او را که در رستوران جا گذاشته بود به دستش می داد.
از حواس پرتی و گیجی خودش تعجب کرد. دست مرد را فشرد و به طرف سالن B80 به راه افتاد. صندلیش کنار پنجره بود. هنوز هم باران می آمد. هواپیمایی که سرعت گرفته بود بلند شد و آسمان شب را شکافت. Excuse me, madam. رایکا با صدای مسافری که آمده بود تا در صندلی کنار او بنشیند سرش را چرخاند و گفت I'm sorry. کیفش را به سرعت از روی صندلی او برداشت و در یک لحظه او را شناخت. چه تصادفی. مسافر هم تکرار کرد. چه تصادفی. بله چه تصادفی. و با صدای بلند خندی. چه خندهی. رایکا فکر کرد. چرا انقدر ذوق زده شده است. رایکا برای اینکه چیزی گفته باشد پرسید. شما ایرانی هستی؟ مسافر درست و حسابی به هیجان آمد. باید بگویم اگر آذری ها را ایرانی بدانید با اجازه شما. بله بله من ایرانی هستم. 25 سال در شوروی زندگی کردم. حالا هم نمیدانید چقدر برای برگشتن به میهنم احساساتم چه میگویند احساساتم به جوش آمده است. بعد یک جعبه کوچک از داخل جیب کتش بیرون آورد و گرفت جلوی صورت رایکا. بفرمایید قرص نعنای روسی. رایکا یک دانه برداشت گذاشت توی دهانش. مرسی. و برای رهایی از پرحرفی های مسافر مجله اشپیگل را برداشت و شروع کرد به خواندن. خب بخش سوم، پاییز ویوالدی. پاییز. دکتر گرمستانی عزیز با تابلوی ادوارد مانک. پدر از راه دور فریاد می کشد. حالا چرا با این عجله؟ و از دست عمه عصبانی می شود. عمه گریه می کند. رایکا خونسرد و مصمم است. به پدر می گوید کشتی 15 سپتامبر حرکت می کند. ساعت 4 بعد از ظهر. اگر هم او دوست دارد آنها را ببیند به بندر بیاید. اگر هم دوست ندارد که هیچ. تور سفید را کشیدند روی صورتش. پوست صورتش می سوزد و پلکایش از سایه های 7 رنگ و ریمل انبوه سنگینی می کند. از ماشین که پیاده می شود، عده‌ای زن و مرد و کودک که جلوی خانه عمه جمع شده اند به طرفش هجوم می آورند. دست می زنند، کل می کشند و او را از زیر منقل اسفند عبور می دهند. صدای داریه و تنبک و ویولون خانه و کوچه و محله را روی سر گذاشته است. بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. از پله ها آرام آرام می رود بالا. کف کفش های سفیدش لیز است و پاشنه هایش بلند. چند زن و کودک گوشه های بلند دامنش را با دست گرفتند. طوری راه می رود که انگار خودش نیست یا دارد در خواب راه می رود. در رویا. روزهای آخر شهریور است و میوه های رسیده را این طرف و اون طرف اتاق در مجمعهای بزرگ تلمبار کردند. عروس پا به پای داماد به سفره عرق نزدیک می شود. داریه زن و تنبک زن و ویولون زن در اوج شور و شادی می نوازند و پا به پای نواختن می خوانند و این در حالی است که جمعیت با آنها هم صدا شده است. گل در اومد از هموم، سنبول در اومد از هموم، شاه دوماد رو ببین، عروس در اومد از هموم. دانه های نقل و پولک در هوا چرخ می زند و دود کندر و اسفند تا به سقف برسد 1000 تکه می شد. حسن تور سفید را از روی صورت عروس بالا می زند. رایکا داغ شده است. دارد زیر نگاه حسن آتش می گیرد. با
بار دیگر سرش گیج می رود و مثل یک ماهی کوچک لیز پخش زمین می شود. یا حضرت، چند نفر از روی کیک توت فرنگی بلندش می کنند. با سینه چسبیده از روی کیک. در همین حال چادر نماز گلدار خالی داماد به پایه های نقره‌ای آینه گیر می کند. آینه واژگون می شود. آینه را دوباره روی پایه هایش سوار می کند. یک ترک افقی عمیق برداشته است. آقا آمدن تا خطبه عقد را جاری کنند. چند تن از زنان با دستمال های خیس به جان رایکا افتاده اند تا شاید بتوانند سرخی توت فرنگی ها را که مثل لخته های خون روی سینه، شکم و تور ساتن لباسش پخش شده از پاک کنند. حسن که صورتش از داخل آینه دیده می شود به رایکا نگاه می کند و به زنها می گوید ول کنند، فایده ای ندارد، پاک نمی شود. چشمان رایکا سرخ شده است، تار شده است، خسته است، هنوز سرش گیج می رود. در آینه به حسن نگاه می کند، به مردی که تا چند لحظه دیگر همسر او می شود. صورت حسن در آینه دو تکه شده است. رایکا ناگهان از ازدواج با مردی که حضورش بر قلب او سنگینی می کند پشیمان می شود. شاید از صورت دو تکه مرد ترسیده باشد. دلش می خواهد هر آن اتفاقی بیفتد، زلزله ای، طوفانی، چیزی، و او را از آن اتاق داغ پرهیاهو نجات بدهد. دلش می خواهد از زنهای چاق و لاغر و دراز و کوتاه بزرگ کرده غریبه‌ای که آن طور محاصرش کردن بگریزد و در پاسخ عاقد سرسخت سمچ بگوید نه. بگریزد، بگریزد، بگریزد. اما صدایی که از دهانش بیرون می آید مجال هر گریزی را از او سلب می کند. صدایی که برای خودش هم ناآشناست. بله، فریاد جمعیت دیوارها را می‌لرزاند. شب در هوای خیس مه‌آلود سایه انداخته است. همه خوابیدن. رایکار روی نیمکت چوبی کنار ایوان با چمدان بسته‌اش منتظر روشنایی است. منتظر صبح. و در همین حال به صدای آواز قوک‌ها در حوالی بوته‌های گوجه فرنگی یا روی جلبک‌های کنار نهر گوش سپرده است. ماه پیدا نیست و سایه شاخه‌های گردو در تاریکی تکان می‌خورد. خب به نظر میرسه که پاییز در این رمان شاید از بخش های دیگر رمان گسترده تر باشه. یک شب دل به دریا زدم، دست هایم رو مشت کردم و زدم به در، زدم به دیوار. آی کمک، کمک، کمک. این کشتی لعنتی چرا به خشکی نمیرسد؟ ساحل کجاست؟ کجاست ساحل؟ کجا؟ چند لحظه بعد دیدم دارم شانه به شانه او راه، اما راه رفتن آسان نبود. کشتی مثل یک برگ انجیر در وسط تاریک دریا به راست و چپ کشیده می شد. صدای موجها بلند بود، مثل ارتفاعشان. صدای موجها بلند بود، مثل ارتفاعشان، و نمی گذاشت صدایش را، صدای رایکا را از آن فاصله نزدیک بشنوم. من این بخش ها رو خیلی سعی کردم کوتاه کنم.
احساس کردم از پله ها یکی یکی می رویم بالا. در صدایی کرد و باز شد. با فندک شمعی از داخل جیبش بیرون آورد و روشن کرد. در را به زحمت بستم. گفت اتاقت اینجاست. حالا هر چقدر که بخواهی می توانی جیغ بزنی. چون هیچ کس نمی شنود. و رفت. اتاق خم و راست می شد. ارتفاع موجها بالاتر آمده بود و صدای مهیب آن داشت همه جا را منفجر می کرد. احساس کردم همین حالاست که غرق شدم. چکه های عرق قطر قطر از زیر پوستم بیرون می زد. دستهایم را به میله های تلخ گرفتم و همینطور فشار دادم. اتاق آرام آرام روشن شد. صبح شد، فردا شد، فردایی که گفته بود به من سر می زند، وسایلم را می آورد، با غذایی، آبی، چیزی. نیم روز بود، نیمه های روز. در را فشار داد و در چارچوب در ایستاد. صدای موجها وحشتناک بود، باد می آمد هنوز. در را به سختی بست. یک فنجان قهوه در دستش بود و لباسهای من. فنجان را سرازیر کرد. گفت یک قطره اش را هم نتوانستم بیاورم. باد نمی گذارم. طوفان است. بعد ایستاد روبرویم. گردنش کلفت، شانه هایش پهن، رنگ پوستش صورتی و سالم و لبهایش تر و تازه و اندکی چرب بود. فکر کردم باید صبحانه مفصلی خورده باشد. شاد و سرحال به نظر می رسید. اونقدر که چشمهایش را چپ کرد. گوشه لبهایش را کشید به طرف بالا و سعی کرد مضحک‌ترین شکلکی را که می توانست در آورد. بخند بد اخلاق. بعد سعی کرد به عضلات صورتش کشش بیشتری بدهد. ابروها را به تاق سرش بچسباند و زبانش را به نوک بینیش و این همه توأم با صداهای عجیب و غریبی باشد که از دهانش بریزد بیرون. من آنقدر به خطهای موازی پیشانیش نگاه کردم که در میان آنها گم شدم. بعد هم خوابم. اوایل شب وقتی که چشمهایم را باز کردم دیدم لباسهایم را ریخته وسط اتاق. یادداشتی را که کنار سرم بود خواندم. مجلس رقص ساعت 10 شب در زیرزمین کشتی. فردای مجلس رقص وقتی که شکمم بالا آمد مرا با وسایلم به اتاق خودش منتقل کرد. اتاق شماره 52. نه تقویم بود، نه روزنامه، نه ساعت. همه ساعت‌ها در همان لحظه حرکت کشتی متوقف شده بودند. در ساعت 4 بعد از ظهر 15 سپتامبر. من همانطور که با لذت به چکیدن آخرین تهمانده‌های غروب در آب نگاه می‌کردم و روی صندلی‌ام تاب می‌خوردم، صدای خنده های ریز ریز دخترک کولی را شنیدم. همون نزدیکی ها بودن. اونقدر نزدیک که کلمه های نامفهومشان را هم می شنیدم. بلند شدم. ایستادم. صندلی خالی هم همینطور تکان می خورد و بالا و پایین می رفت. ضربان قلبم بالا رفته بود. شقیقه هایم می کرد. ناخون هایم به کف مشت هایم گره خورده هم فرو می رفت و تمام نیرویم را به کف پاهایم داده. مدتی ایستادم. نگاهشان کردم. یک ساعت، یک روز، یک هفته، نمی دانم. بدن ماریا مثل یک ماهی زیبا پر از فلس های نرم و لغزان بود و در آفتاب و زلالی آب برق می زد.
به سرعت از پله ها پایین رفتم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 دمپایی هایم را یکی پس از دیگری در پله های 3 و 7 جا گذاشتم. بقیه راه را دویدم دویدم دویدم. یک میخیا تراشی چوب در کف پای چمم فرو رفت. وقتی که میدویدم جنینی که در شکم داشتم تکان تکان میخورد. چشمهایم را بستم و در یک لحظه فریاد کشیدم و همانطور با لباس پریدم داخل آب. در مرکزی ترین نقطه آب، آب از این طرف و اون طرف پخش شد و آنها وحشت زده از جا پریدم. احساس کردم کسی دارد به طرف عرشه کشتی می دود با من. با من و با جنینی که از ترس زیر پیراهن خیسم نفس نفس می کشم. در میان هوشیاری و بیهوشی دیدم تا کمر در داخل دریا فرو رفتم. درد شدیدی نفسم را بریده بود. صدای مردان دریا را شنیدم که با یک تابوت کوچک به طرفم می آمدند. لا اله الا الله، لا اله الا الله. داشتم فکر می کردم حالا چطور می خواهند در اون تابوت کوچک مرا جا بدهند. یک مرتبه مادرم را دیدم. مادرم زنده بود. زنده بود مادرم و کسی که مرده بود من بودم در همان 5 سالگی. دیدم لباس توری سفیدش را پوشیده است مادرم و مثل یک نیلوفر به حالت لوتوس کامل نشسته است وسط دریا. حالا هرچی کشتی جلوتر می رود مادرم دورتر می شود. کشتی جلوتر می رود مادرم دورتر می شود و مردان دریا با تابوت کوچک من که بر شانه هاشان سنگینی می کند پاهای درازشان را می کشند روی آب و تلاش می کنند مرا به او برسانند. نمی شود. باد می آید، باران می آید، موجها سر به آسمان می کوبند. مادرم ناگهان در همهمه طوفان گم می شود. چه شد؟ کجا رفت؟ مردان دریا خسته و ناتوان به کشتی باز می گرد. حجم سنگین تابوت شانه هاشان را خرد کرده است. من در گوشه روی دو پایم ایستادم. آنها را نگاه می کنم و بیرحمانه می خندم. می خندم. می خندم. میبینم که با واهمه ای قریب در تابوت را باز میکنند و از دیدن 70 ماهی پرنده که ناگهان بال بال میزنند و خودشان را به دریا میاندازند وحشت زده فریاد میکشند و به سوی اتاقهاشان فرار میکنند. خب دکتر گرمستانی عزیز، زمستان، لطفا زمستان با تابلوی جیغ یا همونجا که نشسته بود می توانست آسمان غروب و نیمه خاک گرفته صنوبرها و افراها را ببیند. پیش از آن که صدای اذان بلندگوی مسجد اشکش را درآورد رفت به اتاق اسی. اسی خواب بود، مثل یک کودک معصوم. آرام آرام نفس می کشید. اتاقش بوی پودر بچه می داد. باید به زودی بیدارش می کرد. ساعت 8 یا 8:30 شامش را می داد. تا ساعت 10 شب بیدار نگهش می داشت. اونقدر که روی مبل مخملی جلوی تلویزیون چرت بزند. نه این که به طور کامل و عمیق خوابش ببرد. هر از گاهی می رفت به طرفش. دست می کشید روی گر و گردنش. روی کچلی سرش، گونه هایش را می بوسید، شانه هایش را می مالید، چای و عسل را خوب هم می زد، بیسکویت را به دستش می داد، اما چای را نه. خوشمزه است، دوست داری بیسکویت؟ اسی سرش را تکان می داد،
خورده های بیسکویت میریخت روی سینه و پاهایش. با من حرف نمیزنی عزیزم، با من که این همه دوستت دارم. اسی نگاه میکرد، لبخند کمرنگی لبهای خیسش را باز میکرد. اسمم را صدا نمی کنی دیگر، نمی گویی رایکا؟ اسی با صدای آرامی گفت رایکا. و رایکا از خوشحالی می پرید بالا، می پرید پایی. آفرین، فدایت بشوم، آفرین. بعد بلندش می کرد که ببردش دست شوی. البته به این آسانی ها هم نبود که بلندش کند و ببردش به دست شوی. وقتی که به تخت خواب می رسیدند، هر دو نفسی به راحتی می کشیدند. پوشک تمیز را در حالتی که دراز کشیده بود برایش می بست. اما پیش از آن به بخش هایی از پوستش که قرمز شده بود، مثل شکاف رانها، ناحیه رکتوم و زیر بیزه ها کرم اکسیدوزن می ماند. بعد که پیژامای تمیز و اتو کشیده اش را بالا می کشید و رو اندازش را رویش می انداخت، اسی دیگر از خستگی بیهوش شده بود. حالا نوبت نظافت حمام بود. بعد هم شستشوی خودش و گیراندن یک مشت کندر و اسفند روی اجاق. پنجره را که باز کرد، حلقه های دود معطر آرام و بیشتاب از حجم دودی اتاق گذشت و به سلول های هوای اول شب پیوست. آسمان ستاره نداشت. هوای سنگین روزهای آخر تیر دم کرده و مسموم بود. ماشین‌های انبوه در اطراف میدان به هم گره خورده بودند و با خشم و بوق و سر و صدا به دور خود می‌چرخیدند. صدای دورگه چند کودک و نوجوان در کوچه در دو طرف توری که با میخ سیاه از این طرف دیوار و اون طرف دیوار بسته بودند، بوی غذای سوخته و تاپ تاپ موتوری بی سوار، سوسوی چراغ‌های روشن از چند پنجره دور یا نزدیک، و دیگر هیچ. با خودش فکر کرد آیا زندگی به جز اینها چیز دیگری برای دیدن نداشت؟ رایکا به مهری خانم پرستار اسی گفته بود هر وقت بیخواب شد او را بیدار کنم، و مهری خانم چاره ای نداشت جز اون که ساعت 2:30 در اتاق خانم را بزند. رایکا پریده بود بیرون. اسی با لباس و کفش و کلاه تر و تمیز و آماده روی لبه تخت نشسته بود. رایکا با لباس خواب آمد جلوی او ایستاد. صورتش را برد به طرف او، گونه اش را بوسید. میخواهی برویم گردش؟ بروم حاضر شوم؟ اسی سرش را تکان داد. در خیابانهای خلوت نیمه تاریک به راه افتادم. درختان دو سوی جاده مثل ارواح سرگردان ساکت و صامت ایستاده بودند. رایکا با نور بالا حرکت میکرد و دلش میخواست تا وقتی که اسی خسته شود او را از این طرف شهر به اون طرف شهر به چرخاند. نگاهی به اسی کرد. دید با چه دقت و رضایتی دارد به بیرون نگاه میکند. موسیقی دوست داری عزیزم؟ یک رشید بهبودوف اینجا برات گذاشته بودم. آها اینجاست. گوش کن. چند لحظه ترمز کرد تا کاست را در ضبط بگذارد. صدای موسیقی فضای ماشین را پر کرد. آی ریلیخ، آی ریلیخ، آمان آی ریلیخ، هر بیر دردن اولار، یامان آی ریلیخ. وقتی به خانه رسیدن، چشمهای اسی سنگین شده بود. مهری خانم به شدت خور و پف می کرد و خروسی از دور می خواهد. پورا جون صدای من رو اگر می شنوید خیلی خوشحال می شود. من خیلی واقعا متشکرم که شما لطف می کنید و این فرصت رو به من می دید. من خواننده خیلی
قدیم داستان ها و شعرهای خانم کبیری هستم که هر کدومشون واقعا به نوبه خودشون صفاتی دارن که این آثار رو به یاد موندنی میکنه. ولی این دو کتابی رو که امشب راجع به صحبت کردن، من راجع به اون کتاب تیراندازی در باکر به یک نکته اشاره کردم که فکر میکنم که بد نیست که دو مرتبه تکرارش بکنیم، و اون اینی که امروز داخل بحث هایی که همیشه در مورد ادبیات داستانی ایران میشه، این بحث هست که چرا و چگونه ادبیات داستانی ایران میتونه جهانی بشه، و تا الان چرا راه ایران، راه داستانهایی که به زبان فارسی نوشته شده، به ادبیات جهان اونطوری که باید باز نشده. که البته این واقعا از اون بحثایی است که از جوانب مختلف باید بهش پرداخت، قابل اهمیت. یکیش اهمیت زبان فارسی الان در جهان به نسبت گذشته، مثلا به نسبت زمانی که حافظ و سعدی شعر می گفتن، که زبان فارسی زبانی بود که در بیشتر قسمت‌های جهان متمدن اون زمان صحبت می شد، و ولی امروز زبان فارسی اون حوزه گسترش رو نداره. اما به هر حالت داستان‌هایی که نوشته میشه، اگه آدم مقایسه بکنه این داستان‌هایی رو که در ادبیات جهان اهمیت دارن، اون وقت می‌بینیم که خیلی از اون صفت‌ها در و اون خصوصیات در این دو داستان خانم ناهید کبیری قابل پیگیری. یعنی الان مثلا در تیراندازی در باکر ما با یک حادثه‌ای سر و کار داریم که امروز برای تمام مردم جهان مسئله است. یعنی یک آدمی با یک خشم کور، بدون اینکه آدمایی رو که داره میکشه بشناسه، بدون اینکه به هیچ کدوم اونا یک خشم یا یک عصبانیت خاص داشته باشه، چشمش رو میبنده و تیراندازی رو شروع میکنه. ولی اون کاری که اون با یک خشم کور انجام میده، زندگی آدما رو از همه جهان دگرگون میکنه، کما اینکه در باکر در بین کسایی که کشته میشن یک ایرانی است. و در این کتاب باز اینا از هنر نویسندگی ناهید کبیری که نه به مذهب تیرانداز اشاره میشه، نه به ملیتش اشاره میشه. یعنی تیرانداز یعنی اون آدمی که یک اسلحه‌ای در دست داره و از دست خودش و از دست جهان عصبانیه، میتونه به همه جای جهان تعلق داشته باشه و میتونه به هر مذهب و آیینی تعلق داشته باشه. این آگاهی هایی که ناهید کبیری نشون میده، این در کتاب دومشون هم بالا 15 سپتامبر این هست. یعنی آدم ها از ملیت های مختلف هستن. کسایی هستن که بزرگ شده یه روسیه هستن، یک قهرمان کتابه، یکی هست که مادرش آلمانیه، یک آدمی هست که به مناطق شمالی ایران متعلقه. یعنی اینا همه وقتی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، یک جهانی رو تصویر میکنن که اون جهان بین تمام جهانیان مشترکه. اونجایی که آثار و نشانه های رنج ها و غم ها و رویداد های زمان کودکی و زمان نوجوانی هرگز از بین نمیره، و دو جهان رو در کنار هم دیگه در داستان مطرح میکنه، جهان درون و جهان بیرون، و تأثیر این دو جهان در هم دیگه، و از همه مهمتر نثر خیلی شست رفته و تمیز و آراسته به تشبیهات و استعاره های خیلی قشنگ، بدون اینکه حالت تصنعی داشته باشه، بدون اینکه تزئینی بودنش از اهمیت تاثیرش
کم بکنه. و خیلی از اوقات آدم میبینه که نویسنده با کلمات بازی کرده ولی کلمه ها از معنا تهی هستند. این وقتی این کتاب رو میخونیم، هر تعبیری، هر تفسیری، هر تشبیهی درست در جایی که باید به کار رفته. و نکته که به خصوص این رو من در آثار چخوف دیدم که بهش اشاره میکنه، اینه که هیچ چیزی در هیچ داستانی نباید بیاد که در نقطه دیگه از داستان مورد استفاده قرار نگیره. مثلا این آینه ای که دو تصویر رو نشون میده که کتاب باهاش به پایان میرسه، در جای دیگه از کتاب اون موقعی که رایکا بدون موافقت خانواده داره ازدواج میکنه، ازدواجی که خودش هم در بلافاصله متوجه میشه که نباید این کار رو بکنه، یک آینه هست، همونطور که در تمام مراسم ازدواج هست، یک آینه هست که این آینه به زمین میفته، شکسته نمیشه ولی یک ترک بزرگ افقی برمیده. این آینه که در اون ازدواج، در اون صحنه کتاب ترک خورده، در آخر کتاب خواننده رو با این دوگانگی دو جهان، با این دوگانگی تصویر انسان در آینه روبرو میکنه. و اینا هنر نویسندگیه که آدم چطوری این صحنه ها رو خلق بکنه که بتونه در جای دیگه ای برای اینکه بتونه حرفش رو درست بزنه ازش استفاده بکنه. واقعا در مورد این دو کتاب و بسیاری از آثار خانم کبیری خیلی میشه زیاد گفت و زیاد نوشت، ولی من باید به کوتاهی وقت خودم هم توجه بکنم. ولی خیلی خوشحالم که با بار دیگه ای فرصت شنیدن بخشایی از این کتاب که البته من قبلا توفیق خوندن هر دو رو داشتم فراهم شد. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. منم بسیار بسیار سپاسگزارم از شما استاد عزیزم. واقعا هر کلمه شما، هر سطر شما واقعا یک درسه و من کارهای شما همش به عنوان یک ریفرنس نگه داشتم و بسیار سپاسگزارم که حضور داشتین و اینجا صحبت کردین. سپاس از من بدون تردید. خیلی متشکرم. خیلی خیلی ممنونم هورا جون. خیلی لذت بردیم از نکته هایی که روشن کردیم. خیلی تشکر میکنم. چقدر خوشحالم که آقای دکتر ایرج پارسی نژاد هم تشریف دارن، از دوستداران کانون ما. ما هم از ارادتمندان آقای دکتر پارسی نژاد هستیم. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم. من هم خوشحالم به راستی که فرصت پیدا کردم در این مجلس داستان نایجان کبیری حضور داشته باشم. البته من هم کتاب تیراندازی در پاکت رو به دقت خوندم و یادداشتی هم دربارش نوشتم، ولی متاسفانه این داستان در ساحل 15 سپتامبر رو هنوز فرصت نکردم که به دست بیارم و البته با اشتیاق خواهم خوند. واقعیت این است که ناهید کبیری به معنای واقعی آرتیسته، یعنی هنرمنده. عرصه این هنر در ذاتش متجلیه، از کار صورتگری تا شاعری تا نویسندگی تا رقص، همه حسایی که عواطفی که یه هنرمند میتونه در کلام یا حرکات یا نقش خودش متجلی کنه در ناهید کبیری من دیدم. این از باب تعارف نیست، این یک واقعیته. شما ببینید در همین دو داستان بلندی که نوشته، تیراندازی در باکت و الان این روایتی که از در ساحل 15 سپتامبر از طرف خودشون شنیدیم، چقدر دقایق عاطفی دلنشینی نهفته که او با دقت اونها رو ثبت کرده.
و چه به خوبی با اون نثر فارسی پاک و زلال و خارج از درازگویی تونسته اونها رو بیان بکنه. واقعا این موهبتی است که او داره، البته در زنان نویسندگان نویسنده خوب ما هم که من در گلی ترقی و زویا پیرزاد هم دیدم، اونا هم با همین زیبایی تونستن عواطف خودشون رو بیان کنن. ناهید کبیری رو من میتونم در ردیف نویسندگان موفق داستانهای معاصر فارسی یاد کنم و اون رو من در یادداشتی که برای تاریخ نثر فارسی ایرانیکا نوشتم از او هم یاد کردم و امیدوارم که همچنان این توانایی رو داشته باشه که به نوشتن ادامه بده. در همین داستانی که خودش روایت کرد در ساحل 15 سپتامبر، واقعا جای جای ما آثار شعر رو میبینیم، شعری که به صورت طبیعی تراوش میکنه و اگر که یک کسی بخواد با ملاحظه و باریک بینی اون تکه های شعر رو از میان این سطرهای این داستان بلند سوا کنه، خودش میتونه یه دفتر شعر بشه. اینجاست که میتونم بگم که ناهید کبیری به راستی شاعره، تظاهر نمیکنه و حسیات و عواطفی که یک شاعر داره او داراست و اگر بنویسه، اگر بگه، اگر همون نقدی که بر کتاب خاطرات من نوشت، او هم یک حالت شاعران در مورد کتاب من نقدها و بررسی های بسیار گفته شد و نوشته شد، ولی نوشته ای که من از ناهید خوندم به خاطر حسی که غلبه داشت در کلماتش برای من دلنشین تر بود. من به عنوان دوست و دوستدار او این سعادت رو دارم که همیشه خواننده آثارش باشم و امیدوارم بر دوام باشه. از شما بسیار سپاسگزارم دکتر پارسی نژاد عزیزم، بسیار منو خوشحال کردین که وقت گذاشتین و تشریف آوردین. از طرف خودم و همه این دوستانم که دور و برم هستن، همه رایکا، هنار، من واقعا هیجان زده شدم امشب و فقط میخوام بگم که از واقعا از حضورتون بسیار خوشحالم و خیلی دوستتون دارم. نمیدونم چی بگم.